در خبرها آمده بود که وزارت ارشاد جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه خطاب به روزنامه ها و خبرگزاری های داخلی ایران به آنها اعلام کرده است از آوردن خبر یا تصویر میرحسین موسوی مهدی کروبی و محمد خاتمی در مطالب خود خودداری کنند احسان قاضی زاده هاشمی مدیر کل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی که این بخشنامه را امضا کرده از کلیه مدیران مسئول روزنامه ها و خبرگزاری ها و همچنین مدیران ارشاد استان ها خواسته است تا به دلیل آنچه که وظیفه ذاتی رسانه ها در ایجاد فضای آرام بخش در جامعه خوانده از انتشار اخبار و تصاویر و سخنان این سرهبر اصلاح طلب خودداری کنند آقای قاضی زاده هاشمی همچنین در نامه خود ادعا کرده که مراجع زیرصلاح امنیت نسبت به آثار احتمالی منفی انتشار اخبار مربوط به این افراد دارای ملاحظاتی هستند در بخشی از این نامه که در تارنمای ندای آزادی منتشر شده آمده است که با رعایت تبصره دو ماده پنج قانون مطبوعات از انعکاس خبر تصویر و یا گزارش در مورد افراد فوق خودداری نمایید میر حسین موسوی نخست وزیر سابق ایران مهدی کروبی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران سه تن از رهبران جنبش اعتراضی مردم ایران هستند که پس از دهمین ده دوره انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفته این افراد از سوی حامیان افراتی دولت سران فتنه خوانده میشوند صدور بخشنامه ممنوعیت پخش اخبار این سه رهبر جنبش سبز در حالی صورت میگیرد که هفته گذشته محمود احمدی نژاد رئیس دولت ایران در گفتگویی با شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان ایران پرس تیوی ادعا کرده بود که فتنه 88 با کمترین هزینه جمع شده است و منتقدان دولت او چندان محبوبیتی ندارند با وجود گذشت یک سال از انتخابات ریاست جمهوری ایران و حوادث و اتفاقات ناشی از اعتراضات به نتیجه آن رسانه های حامی دولت ایران سعی در تخریب چهره های شاخص معترض کردند در جریان حوادث پس از انتخابات ایران دست کم 100 تن کشته و هزاران هزاران از معترضان بازداشت و با صدور محکومیت های بلند مدت روانه زندان شدند. دولت ایران تا کنون مجوزی برای تجمع مخالفان صادر نکرده است اما معترضان از فرصتهای تجمعات ملی نظیر راهپیمایی سیزه آبان و روز قدس برای حضور در خیابانها استفاده کردند بر اساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل اجتماعات و ها بدون حمل سلاح آزاد است اما دولت ایران حضور مخالفان را منوط به دریافت مجوز از وزارت کشور کرده است برخی اخبار نیز حکایت از ارائه درخواستی از سوی محمود احمدی نژاد به شورای امنیت ملی دارد که وی از این شورا میخواهد مصوبه ای مبنی بر عدم انعکاس اخبار میر حسین موسوی مهدی کروبی و محمد خاتمی در مطبوعات به تصویب برسانند. هرچند که این امر با مخالفت اکثریت از شورا مواجه می شود اما در نهایت منجر به صدور بخشنامه داخلی وزارت ارشاد شده است تا کنون هیچ مرجع رسمی در دولت ایران بخشنامه وزارت ارشاد را تایید یا تکذیب نکرده است و همچنین رسانه های داخلی نیز واکنشی نسبت به این بخشنامه ها نداشتند اما به گفته برخی تحلیلگران به نظر می رسد با توجه به فضای اختناق حاکم بر رسانه ها و ترس از تعطیلی و توقیف دستورات این بخشنامه رعایت شود